سلام بر شما در این برنامه. تلاش حکومت سرپرست برای رسیدن به تعامل، اما در برابر آن واکنش های تند کشورها. نماینده ویژه آمریکا میگوید روش های طالبان عامل ادامه تحریم ها برایشان شده است. دولت چین میگوید رسمیت شناختن طالبان در اولویت نیست. و در این طرف نماینده ویژه ایران میگوید که تلاش میکنند تا افغانستان را از فتنه آمریکا و بی‌ثباتی نجات بدهند. این واکنش ها به چه معناست؟ آیا افغانستان به طرف تعامل می رود یا به طرف فصل پیچیدگی؟ اینها و بیشتر در فراخبر. مهمانان برنامه: داود عابدی، آگاه سیاسی، احمد سیدی، استاد دانشگاه. مهمانان عزیز سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. آقای سیدی، پس از نشست سی روزه علما در کابل با قطعنامه‌ای که صادر شد، حالا کشورها واکنش نشان دادن، چرا واکنش ها تمام نمیشه؟ تشکر میکنم خدمت شما جناب مهمان گرامی، شما آقای عابدی، بیننده ها و شنونده ها سلام عرض ادب دارم. سلام. از مجلسی که علما در کابل تشکیل دادن، نه تنها مردم افغانستان، دنیا توقعات بالا بلندی داشتند. فکر میکردن که در این مجلس فیصله خواهد شد روی حکومت همشمول، با شدن مکاتب دخترانه، روی وحدت ملی، همسویی و همگرایی، و بالاخره به خاطر رسمیت شناختن امارت اسلامی در سطح ملی و بین ملی و گذشت از انحصار طلبی و خودکامگی. اما بعد از ختم این جلسه، وقتی که از باز شدن مکاتب دختران نامی نبود، وقتی که از روی همگرایی و همسویی کمتر دیدگاهی وجود داشت، بالاخره تهدیداتی هم علیه جامعه جهانی از طرف رهبری طالبان وجود داشت که ما با هیچ کس بندوزی نداریم و ما اونچه که میخواییم او را عمل میکنیم. بنابراین تقریبا پیش از این جلسه در حدود 12 کشور که از جمله چین، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، هندستان، امارات، قطر و یک تعداد کشورها میخواستند طالبان را طی این هفته به رسمیت بشناسند. پس این کشورها هم اونچه که گفته بودند گپ خود را پس گرفتند و رسمیت شناختن به تغییر افتاد. یعنی نشستی ملاها در کابل ایواز از این که به نظامی موجود که نظامی موجوده که اضافه‌تر از ده امام شعب کابینه سرپرست هست، ایواز از این که فایده کنه، همبستگی ایجاد کنه، مشکل ایجاد کرد. چنانچه باور می است که بعد از ختم این جلسه، از اون صحبت هایی که در این جلسه صورت گرفت به بین علمایی که در این مجلس شرکت داشتن، درس ها یا مخالفت های پیدا میشه. چنانچه در صحبت ها دیده شد که تعدادی اکثریتی کسانی که در نشست حضور داشتند با صحبت های جناب آقای انصاری، مجیب الرحمن انصاری، توافق نداشتند. کسان زیادی با حرف های دیگه توافق نداشتند. بنابراین یک همگرایی و همسویی که مردم توقع داشتند متاسفانه ایجاد نشد. ایوازی که مشکل را حل کنه، یک اندکی بار مشکل را زیادتر کرد. بسیار زیاد تشکر. آقای عابدی، با توجه به همین نشست با قطعنامه‌ای که صادر شد، آیا افغانستان به طرف تعامل میره یا به طرف فصل پیچیدگی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خدمت شما برادر عزیز ما سیدی صاحب و ملت مومن جاید افغانستان تقدیم میکنم. برادر محترم، باید این گرد همایی علما یا مجلس علما باید از دو بود مختلف ارزیابی شود، یکی بود داخلی و دیگر بود خارجی. بود داخلی مسئله ای بود که نظر به گفته امارت اسلامی که پیشنهاد علما بود و در مناطق مختلف میخواستن مجالس جور کنند تا بتانن نظریات خود با مقامات بالای امارت اسلامی شریک بسازند، که در اثر پیشنهادی از اونا امیرالمومنین عبدالله فیصله کرد که باید در قندار و یا کابل این مجلس صورت بگیره. بالاخره کابل تعیین شد و همه با هم یکجا شدند. در این مجلس شما خود شاهد هستین که یک قطعنامه 11 فقره‌ای اعلان شد که مهمترینش به نظر من از دید داخلی فقره 9 است، که در او مسئله
تحصیل علمی و دینی، عدالت، مسائل تجارت، مسائل امنیت، مسائل حقوق اقلیت ها همه مطرح شده. من فکر میکنم که امارت اسلامی با این کار چند هدف داشت که او هدف خود به دست آورد. یکی مسئله زعامت بود که همیشه گفته میشد که امیرالمومنین عبدالله وجود نداره و به شهادت رسیده، که الحمدلله او موضوع واضح شد. دومی که نظریات خود توحید کنه. شما فراموش نکنین که اکثری از این دوستایی که در این مجلس اشتراک کرده بودند به تایید امارت اسلامی آمده بودند، معلوم دارم اینا بودند که در هر محل و در هر مقام نظر میدادند. حکومت اسلامی، امارت اسلامی چون یک امارت است، یک ادعای اسلامیت داره، مجبور بود که نظریات خود از دید اسلام ارزیابی کنه. تا علما خط مش و مندیت امارت تعیین بکنه که شد اینال باد از این بفرمند. یعنی آقای عابدی، این خط مشی که گفتین تعیین شده، چون امارت اسلامی بارها گفته که در تعامل باز است، به طرف تعامل میبره با همین خط مش؟ من عرض کردم که باید ببره، هدف امی است که بود داخلی. اما چرا واکنش ها را داریم؟ مثلا نماینده ویژه آمریکا میگه که روش های طالبان عامل ادامه تحریم ها برایشان شده. خب من پیشتر عرض کردم که ما در بود خارجی مسئله طور دیگه است. بود خارجیشی است که جامعه بین المللی اولویت های خود داره و اونا توقع داشتن که این مسئله در این مجلس مطرح شود، اما اونا از میکانیزم و اهداف مجلس با خبر نبودن. یعنی به توقع از اونا باید تمام مسائل در این فیصله میشد، در حالی که هدف از این مجلس این نبود که همه چیز فیصله شود، بلکه یک خط مش سیاسی داخلی چوکاتش درست شود که بعد از او هر وزارت کارهای خود به اساس پیشنهاد علما و تایید علما در همکاری با امارت اسلامی پیش ببره، که امیدوار هستیم که مجلس دیگه که شاید تا جایی که من تصور میکنم فکر میکنم در حدود دو ماه بعد شاید مجلس دیگه ترتیب شود که او بتانه تمام مسائل افغانستان از بود داخلی و خارجی به وزارت ها توضیح بکنه و وزارت ها پیش ببره. بسیار زیاد تشکر. آقای سعیدی، اولویت های امارت اسلامی ترسیم شده به گفته آقای عابدی با قطعنامه که صادر کردن و خط مشیشون هم ترسیم شده و در اون طرف جهان هم اولویت ها داره. چقدر نزدیک هستیم؟ فاصله ها کوتاه شده یا نه بیشتر است؟ ببینین افغانستان جهان امروز یک دهکده است. افغانستان هم به همکاری های جهان ضرورت داره و جهان هم به افغانستان ضرورت داره. زندگی امروز یک زندگی اجتماعی است. هیچ کشوری، هیچ شخصی، هیچ ملیتی، هیچ طایفه ای در دنیا نمیتونه که مجرد و تنها زندگی کنه. زندگی تنهایی وحشت است، بربریت است. بنابراین وقتی که ما از نگاه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی به دنیا محتاجیم، دنیا به ما محتاج است، باید ما با دنیا تعامل کنیم. ببینید سیاست جاده یک طرفه نیست، چیزی باید داد، چیزی باید گرفت. در دنیا امروزه در قرن 21 شما میفهمین که نیمی انسانهای افغانستان و جهان خانمها هستند. درست است که نام ازیر ماندن به نام شورای علما. ما بسیار خواهرای داریم، بسیار مادرای داریم که حافظ قرآن هستند، علوم دینی را بسیار از بعض ملاها کده زیادتر میفهمند. حضور از اینا قطعا وجود نداشت، روی از اینا بحث نشد و حتی قطعنامه ایرم که اینا گفتن اندک 11 ماده اشاره دادن از مواد مخدره، از مواد مخدره، در حالی که رهبری طالبا در صحبت خود از مواد مخدره در این جرگه حرفی نکدن، ولی ملا از پیش خود زیاد کدن حرف جدی که بسیار تشویش بود که رهبری طالبا گفت که ما کسانی را که در رژیم گذشته بودیم عفو کردیم، خمتبر نباشن که باز ما به اونا مقام بیتیم، اونا رو در پلو خمیشانیم. همین که ما تحمل میکنیم که اونا به کشور بیان بس شان است. بنابراین قشر روشنفکر ذکر تحصیل کرده تکان خوردن. ما تشویش به این است که زیادتر شاید بعد از این بعضی مردم ها به خاطر از این که ما دیگر در افغانستان جای نداریم،
کسی به ما مقام یا منزلت یا چوکی نمیده قرار گفته این بیرون بنابراین خیال میکنم که صفوفی مخالفین بیشتر تقویه میکنه. آقای سیدی، آینده نشاندان دور افغانستان چطور پیش بینی میشه؟ آیا یخهای بی اعتمادی شکسته خواهد شد میان امارت اسلامی و جامعه جهانی؟ انتظار برده میشد که با این نشست یخهای منجمد شده جامعه جهانی بشکنه، ولی متاسفانه بعد از فیصله از این جلسه یخها یختر شد، از منجمدتر شد و ما به طرف یک آینده نامعلومی در حرکت هستیم و او آینده را نمیفهمیم که چیه واقع به پیش رو داره. جنگ خواهد بود، صلح خواهد بود، بی سرنوشتی خواهد بود، یک آینده نامعلوم. چنانچه همین کشور چین بسیار نزدیک شده بود که طالبان رو به رسمیت بشناسیم. امروز شما شنیدین که از رسانه‌ها گفت که مسئله به رسمیت شناختن مطرح نیست. اما یک چیزی را آقای استفر میخوام خدمت شما عرض کنم که دنیا حال در مقابل طالبان دو نی داره، یعنی یک نون و یا یک نون یا دو نی. چی برای میگویه که ما یعنی نی شما رو به رسمیت نمیشناسیم، اما نی از شما دور هم نمیشه. ایوا دلایلی داره که لازم بود به توضیح بیتون. بسیار زیاد تشکر آقای عابدی. با حالا بحث چالش هایی که بر سر راه افغانستان است در بعد سیاسی و هم در بعد اقتصادی، در چه آزمونی قرار گرفته افغانستان؟ آقای سیدی میگه که یخها به اعتمادی ها یخهایش منجمدتر شده، شما موافق هستیم با این تحلیل؟ ما صحبت و تحلیل و نظریات هر انسان محترم بشمارم، چرا خود انسان محترم است، نظریات شما محترم است، اما هر انسان همین قسم حق داره که نظریات مختلف خود بتاید. ما عرض مایی است که امارت اسلامی چون خود یک کشور اسلامی میگه، نظام اسلامی میگه و ادعاها می بود که باید متخصصین هم در این قسم مجالس دخیل باشن. اینا اول امو متخصصین دین از عبارت علماست، اینا را تجمع دادن آوردن تا که راه های دولت را مشخص بساز، نظریات خود را که جامعه اسلامی افغانستان چی میخواید. به نمایندگی از جامعه اسلامی افغانستان علما نظریات خود را دادن. اگر 11 فقره را ما و شما درست ترجیابی کنیم بسیار کار پیش روی است. اینمی لحظه بعد از فیصله از این شورا دولت بوج از کارها و گردنش است. مثلا در یک بخش فقره نوم میگه عدالت. عدالت خودش یک چیزی که اساس و تعداب تمام روابط همین جامعه جهانی هم عدالت اجتماعی میخواید، عدالت اقتصادی میخواید، عدالت اقتصادی میخواید. به این اساس دولت خودش برای خود خطیمش را درست کرده که ما از جامعه جهانی خواهشمند هستیم، پیشنهاد میکنیم که ما صبورانه با امارت اسلامی پیش برن، چرا ما تمام بنیاد مسائل کشور ما تغییر کرده. شما شنید که امیر امارت اسلامی عبدالله گفت که ما به اساس انتخابات نامدیم اینجا، ما به اساس یک زحامت آمدیم که شما ما را انتخاب کردین، یعنی منظورش از علمای دین بود. اگر فرمانهای ما را عملی میکنین، قبول میکنین، من میباشم در این کار، اگر نه ما میریم پی کار خود. معنای از این چی که اینمی فیصله هایی که در اینمینج شده و ما و شما با هم صحبت میکنیم همه ازی باید تطبیق شود در افغانستان. اما اون چیزی که آقای عابدی، اون چیزی که بحث برانگیز شده شما هم میدانین، مردم هم میدانه و هر روز هم ما میشنویم پشت سر هم، بحث باز شدن مکاتب مطرح است و بحث زنان. خب نماینده ویژه آمریکا در بخش زنان و حقوق بشر واکنش نشان داده، در حالی که آقای امیرخان متقی در دوحه با نماینده ویژه آمریکا با آقای وست صحبت میکنه و تقریبا 5 روز است که در دوحه هستن و با کشورهای دیگه هم صحبت میکنن. مثلا اونا میگه که زنان در افغانستان با تبعیض جنسیتی روبرو هستن و هیچ کشور اسلامی در جهان برخورد طالبان را با زنان تایید نمیکنه. فکر نمیکنید این موضوعات قابل بحث باشه، رویش باید تمرکز شود؟ چرا نه، فوق العاده قابل بحث و اهمیت و سرنوشت ساز است برای افغانستان. ما به هیچ قیمت نمیتونیم که خواهران و مادران و دختران و خانم های خود که
فدا به جامعه انسانی هستند نه تنها اسلامی، اینا را نادیده بگیریم. اما امارت اسلامی هم اینا را نادیده نگرفته، فقط توقعشی است. امروز شما از وزیر صاحب صحت عامه را مصاحبهش در بی‌بی‌سی شنیده باشین که به زبان انگلیسی بود، گفت که ما کوشش نهایی خود داریم که در سکتورهایی که اقتصاد امارت اسلامی فعلا اجازه میده از خواهران خود دعوت کنیم و اینا میاین و تحصیلات خود شروع میکنن و کردن، که ما بتانیم. پیشنهاد ما به جامعه جهانی است که ملاحظه شما بیخی به جای، اما در رابطه به این ملاحظه شما چی میکنین؟ همکاری آیا های امارت اسلامی را در این رابطه انکشاف میتین یا خیر؟ یکی دو، امی خواهران ما را که چیغشان شما بالا میکنین که باید شما در عرصه سکتوری از اونا چی میکنین؟ پولهای افغانستان هم منجمد ساختین، خب بفرماین پول بتین که اونا می استدلاله که از طرف امارت اسلامی است که امکانات نداره، اساتید نیست، کتب نیست و مکاتب خیالی که در دوران چور و چپاول بنام بود اینا اعمار شود تا خواهران ما با معزت و آبرو و حیثیت و امو مقام بالایی که دارن تحصیل بکنن. اما شما میبینین که جامعه جهانی در این رابطه هیچ همکاری نمیکنه، فقط سپاسگزارم آقای عابدی. همانطور که شما گفتین و در همین مدت ده ماه ما سازهای ناهماهنگ زیاد شنیدیم آقای سعیدی، مثلا هر یکی بحث، مثلا شما حکومت همه قبول مطرح کردین، یکی آمد حکومت همه شمول مطرح کرد و دیگری آشتی ملی، دیگر آقای غنی اجماع ملی را مطرح کرد، حالا امروز مثلا آقای کرزی برگزاری لوی جرگه را میگه که یک حکومت میتونه مسئله به رسمیت شناختن و تغییر قانون اساسی را مطرح بکنه، در واقع به همون هدف به رسمیت شناختن برسه. چطور میشه این سازهای ناهماهنگ به هماهنگی برسه آقای سعیدی؟ متاسفانه در بین طالبا تضادهای حرف و عمل زیاد است. به ساده میگم، از این مجلسی که دایر شد شما صحبتهای آقای سراج الدین حقانی را شنیدین، صحبتهای محمد یعقوبی به جای سرپرست وزارت دفاع را شنیدین که هر دویش تاکید داشتن که ما به همکاری همه مردم ضرورت داریم، متخصصین حتی ذکر کردن، هر دو متخصصین دانشمندان حکومت سابقه بیاین برادروار به ما بازو بتن، همراه ما کار کنن، همراه ما باشن، ما از اونا استقبال میکنیم، از تجربه از اونا میآموزیم. اینا گفتن، اما رهبری طالبان گفت که ما به مامورین گذشته هیچ وقت همین که حرف کردیم بس پدرشان است، دیگه هر جایی که میروند بروند. برای شما تفاوت های صحبت ها از زمین تا آسمان میبینین که دیدگاه ها چقدر تفاوت داره. و سوی دیگه وقتی که جناب عابدی صاحب میگویند که مکاتب دخترها باید دنیا کمک کنه، یعنی با اگر ما اجتماع نکنم اینطور معنا میده که گویا ما مکاتب دخترانه را سن و شش به بالا از این خاطر بسته کردیم که تا دنیا به ما چیزی بده، پول بده. من فکر میکنم از نگاه دین، از نگاه قرآن، از نگاه حدیث، اگر ما تعلیم منع میکنیم به خاطر اینکه امریکا به ما پول بده، درس دخترها رو منع میکنیم به خاطر اینکه با ما مکتب بسازه، خیال میکنم گناه بزرگی را مرتکب میشیم. تعلیم حق انسان است، چون به قرآن گفته اقرا بسم ربک الذی. بنابراین وقتی که ما اگر تعلیم منع میکنیم به خاطر اینکه امریکا ما را مکتب بده، امریکا ما را چوکی بده، ما را بیز بده، سخت گناه بزرگی را مرتکب میشیم. تعلیم ادق به احساس من فکر میکنم که دنیا حال هم با تعامل، یعنی میخواهد که از نگاه کمک های بشری که افغانستان ضرورت داره با همکاری طالبا ضرورت داره، این تعامل خود دنیا نگاه کنه، این تعامل خود بخاطر ادامه کمک های بشری. اما تعاملی به رسمیت شناختن در حال حاضر به نظر من کوه است و کتل داره. بسیار زیاد تشکر آقای عابدی. جنبندی شما از این بحث چی است؟ در کوتاه مدت چه تغییراتی را شاهد خواهیم بود؟ باید وضاحت بکنیم محترم که شورای علما یک اصل اسلامی بود. شما میدانید که شورا در اسلام یک اصل است و اولین رکن یک نظام اسلامی شورا است، امارت است و اطاعت است. شورا صورت گرفت، مسائل پالیسی های خارجی و داخلی تا یک اندازه کامل واضح شد. آل نوبت عزیز، وقت عزیز که امارت اسلامی به وزارت های مربوطه هدایت بده
تا که کارهای خود به شکل عملی شروع کند که انشالله هدف هم همیست. نباید ما عجولانه به همه چیز بنگریم، بلکه هر قدم حتی اگر بعض اوقات منفی هم باشه، در شرایطی که ملت بیچاره و فقیر ما برابر است ای را به مثبت بنگریم. شما بسیار ببخشید، یک کوتاه میخواهم عرض کنم، وقتی شما پیش یک دکتر میره در حالت مریضتان هم در حالت بسیار خراب میباشه، دکتر برای شما میگه که امیدوار هستیم ما کوشش خدا میکنیم که مریض جور شوه. اگر امو لحظه دکتر برای همگی امیدواری نتا، شاید دوستان و عزیزانشان از غم و اندو پیش از مریض اما در مورد نسخه شفا بخش شما گفتین که برای افغانستان از سوی علما تجویز شده، درست؟ و چیزی که آقای کرزی میگه که این نشست خودمانی و همایش داخلی طالبان است، در هیچ شک نیست. امارت اسلامی ضرورت داشت، امارت اسلامی یک کتله بسیار بزرگ است، یک قوت 20 ساله جنگی و سیاسی است و سلیقه های مختلف درش است. به او خاطر مجبور بود که نظریات خود توحید بکنه، خصوصا در رابطه مسائل خانم ها. شما میفهمین افغانستان یک جامعه سنتی است، یک تعداد مردم ما هیچ علاقه نداشت از صدها سال به این طرف علاقه نداشتند که خانم ها و دخترایشان به مکاتب برا. اینا مجبور بودند که به خاطر ازی نظریات توحید بکنن. او علمایی که مخالف درساز، شما دیدین که در جلسه قندهار امی علما یک تعدادش بود که مخالفت کردن و بازگشایی مکاتب اینا، اونها را هم تحت تاثیر قرار دادن که این فیصله جمعی علماست. درست است رئیس فلانی شما موافق نیستین، اما جمع کثیر علما به این موافق هستند و ما میخواهیم که همین نظریات عمومی تطبیق شود و از این طریق بره. اما خواستهای مخالفین امارت اسلامی چی میشه؟ خواستهای مخالفین امارت اسلامی اگر اشتباه نکنیم، سطح رهبری هدف ماست، نه سطوح پایین. سطح رهبری فقط یک شعار داره که ما باید در حکومت دخیل باشیم. اگر شما چیز دیگه از اینا شنیدین، برای ما لطف کنین بگوین، چرا من مطلع نیستم. این شعار از نگاه شرعی هم بسیار غلط است، چرا در اسلام اجازه نیست که شما مقام بخواین، بلکه مقام براتون باید پیشکش شود. امام صاحب با بنیفه رحمت الله علیه در مذهب ما این را مشخص ساخته و ادعا می است که وقتی که شما یک وظیفه را می خواهین، کمک خداوند با شما نیست. اما اگر شما نمی خواهین و برای شما داده میشه این وظیفه، در اون صورت اگر تقوا و عدالت بکنین، تایید خداوند با شماست. اونا به نظر ما باید بیاین در افغانستان، با وطن خود یک جایشان، به اساس استعداد و لیاقت کار خود در دولت هم کاری بکنن. سپاسگزارم. آقای سعیدی، صحبت های آقای آبادی برداشت میشه که امارت اسلامی نقشه راه خودش تعیین کرده و در اون طرف واکنش ها، اعتراض ها، بگو مگو ها و بحث مخالفین چه خواهد شد در مورد وقتی افغان ها صحبت میکنیم؟ همونطور که گفتن افغانستان خانه مشترک است، چطور بشه اندیشید؟ شورا باید فیصله هایش دقیق است. به باور من یک فیصلهش که خیلی مهم بود و امارت هم آرزو داشت بیعت بود. این از امیرالمومنین بیعت کردن و آرزو امارت هم همی گفت بود. اما اگر شما شنیده باشید که بیشک شنیدین، یک روز پیش از دار شدن این مجلس آقای عبدالسلام حنیفی معاون دومی رئیس الوزرا گفت که فیصله های این جرگه الزامی نیست. ما به فیصله های این جرگه الزامی نیست که ما عملی کنیم. حال این جرگه یک مشوره داده ولی فیصله هایش عملی نیست. ما افغانستان کشوری هستیم، نه یک خانه. ما در سطح ملی و بین المللی با همه چیزها به دنیا باید در تعامل باشیم، با دنیا رفتار کنیم، با دنیا همسو باشیم، از دنیا بگیریم، با دنیا بیتیم. اگر با همین شیوه، ولی متاسفانه طوری که به مخالفین آقای آبادی گفتن، من خیال میکنم که اضافه تر از چهار دهه است که دو چیز گروگان گرفته شده، نعره تکبیر و الله اکبر. هر کس که به مخالفی دولت است یا به قدرت است، هر وقت که به قدرت نبود همین نهره میگیره و طالب هم دنیا از همین نهره تشکر از حضورتان مهمانان عزیز. خوش آمدید به بحث امشب. به همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر. از شما سپاسگزارم. وقت بخیر.